بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما دائما دائما. آیا حج تو را الله جل جلاله قبول میکنه؟ آیا حج تو امو حج مبرور است که گناه های تو بخشیده شود؟ تو خود مال مردم خوردی و حق مردم خوردی. چرا ما مسلمان ها دعا میکنیم دعای ما قبول نمیشه؟ غذای ما حرامه، خوراک ما حرامه. اگه که یک نفر را که شمشیر بزنی دستش را سوراخ کنی جور میشه. چند وقت بود که بید چطور شمه؟ شمشیری که زده بودی خوب شد. اما این زبان از شمشیر هم که تیزتر و خطرناکتر و زاردارتر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان درس امروز ما برادران محترم متقیان دروغین است. متقیهای دروغین. منظور از متقی های دروغی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، اصلا دین مقدس اسلام یک دین کامل است و انسان مسلمان وقت مسلمان گفته میشه که دین اسلام به شکل کامل از او بپذیره. اگر اسلام با تمامی احکامش، اسلام بخش اعتقادات داره، بخش عبادات داره، بخش معاملات داره، بخش اخلاقیات داره که اگه انسان مسلمان باید همه ای بخش ها را مراعات بکنه. در بخش اعتقادات انسان مسلمان مکلف است که رابطه خود با الله جل جلاله مستحکم بسازه. من چه قسم میتونم یک انسان موحد باشم؟ چه قسم میتونم خود از شرک نجات بتم؟ چه قسم الله جل جلاله را قانونش و احکامش سر خود تطبیق بکنم؟ این انسان مسلمان، مسلمان کامل و واقعی است که اول در مسائل اعتقادی کاملا مسلمان و مؤمن باشه. دوم نقطه که ضرور است برای یک انسان مسلمان که ما و شما 24 ساعت سر از او باید فکر بکنیم در مسائل عبادات است. عبادت چی هست؟ چی شرایط داره؟ کدام عبادت ها قبول میشه؟ شرط قبولی عبادت چی هست؟ چه وقت عبادت به بدعت مبدل میشه؟ کدام انسان ها عبادتشان درست است؟ کدام انسان ها عبادتشان غلط است؟ احکام عبادت چی است؟ این آدم باید در نظر داشته باشه. قسمت سومی است که انسان وقتی که معامله میکنه، در معاملات خود، مثلا وقتی که خرید میکنه، فروش میکنه، عایدات داره، مصارف داره، انسان مسلمانی است که سر از این نقاط هم بحث میکنه. من چه عاید دارم؟ عایداتم از کجا هست؟ حلال است یا حرام؟ سر از این فکر میکنه. مصارفی که من میکنم، اینمی 10 افغانی را که من مصرف کردم، ای در راه درست مصرف شده یا در راه منفی؟ سر از این فکر میکنه. چهارمی بخشش این است که انسان مسلمان اخلاق درست داشته باشه. ما وقتی صحبت میکنم، ما وقتی که یک فعل یا یک حرکت را انجام میدم، آیا اینمی فعل ما و این حرکت ما و این عمل کرد ما مطابق قانون الله جل جلاله است و سبب نجات ما در روز آخرت میشه؟ آیا گپی که من میزنم گپی درست است؟ آیا که یک نفر دیگه که در خانه زندگی میکنم، در صنف هستم، در دفتر هستم، در جای کار هستم،
در مسجد هستم، در امی قریه که زندگی میکنم، در امی سرک یا ناحیه که من زندگی میکنم، آیا امی مردم از نگاه اخلاقی مرا منعیسی اگه انسان با اخلاق میشناسن و یا اینا سر اخلاق من انتقاد دارن، تایید نمیکنن اخلاق من؟ اینال انسان متقی واقعی است که یعنی چهار بخش اساسی اسلام در نظر بگیره: از نگاه عقیده خود اصلاح بکنه، از نگاه عبادات خود اصلاح بکنه، از نگاه معاملات اصلاح خود بکنه و از نگاه اخلاقیات. حالا شما ببینین امروز درس ما سر متقی ها نیست، چون درباره تقوا و متقی ها ما صحبت کردیم، لکن امروز بحث ما سر ازی است که در جامعه بالفعل ما به خاطر ازی که درس خوب دقیق باشه و مطابق روز باشه، تو هر مثال را که گرفتیم زیرش نام از نفر هم نشه کردیم، خب نام اون نفر را نمیگیرم. همین متقی های دروغی را که من خودم کتش 24 سال سر و کار داشتیم، تو یادداشت گرفتیم که فلانی نفر متقی دروغی هست، من نامش نمیگیرم، نمیخوایم نامش، فقط پیش خود بازی ولی خدا پاره میکنم به خاطر ازی که غیبت کس را نمیکنیم، لکن ما به خاطر ازی که بفهم در ذهن ما برسه که کدام نفر متقی دروغ است و مثالش، باز من مثالش به یادم بیاد. یک تعداد از انسانایی هستن که متقی بسیار خوب خدا میگیره و بسیار با تقوا هست، اگر امرایش بشینی بسیار از نگاه تقوا و از نگاه لباس و از نگاه بردباری و از نگاه نرم گپ زدن بسیار با تقواست و خودش هم احساس میکنه بسیار با تقواست. برادرم ما مثل دکتر واره هستیم، دکتر مجبور است مرض بشناسه و اون مرض برای مریض بیان بکنه و علاج مرض هم برش بگویه. اگر امی کار دکتر نکنه، در حقیقت تو دکتر غلط است. اول باید تشخیص بکنه، بفهمه که مرض چی هست، باز به خاطر از بین بردن از این مرض برش نسخه بده، برش پرهیز بده. برادر این نسخه دوایت است، اینی هم پرهیزت است و اینی به این شکل تو علاج میشی و اینی اسباب وقایه هست که تو در این مرض دیگه مبتلا نشی. پس ما مجبور هستیم این مسئله بر مردم بفهمانیم. بعضی کسا هست ظاهرا بسیار با تقوا معلوم میشه، لکن متقی دروغگوی است. چرا دروغگوی است؟ امی انسان متقی ارتباطش با خالقش مستحکم نیست. چه قسم ارتباطش با خالقش مستحکم نیست؟ اگر ای با تقوا می بود، تقوای خود از قرآن عظیم الشان می گرفت. اگر با تقوا می بود، کتاب تقوا چی است؟ قرآن عظیم الشان است. عقیده خود از قرآن می گرفت. لکن چون این انسان متقی دروغی هست، تقوای خود بدل خود ساخته، فکر میکنه اگر ظاهر خودم آراسته ساختم، لباس خوب پوشیدم، نرمک گف زدم، آجزک شیشتم، در نوازم کلی خود خوب آمدو کجک گرفتم، ما با تقوا شدم. نیستی تقوا. التقوا ها هنا. تقوا در کجا هست؟ در قلب می باشه. شاید اگر انسان از نگاه ظاهر خوب و قوی، خوب شجاع، مثل صحابه کرام، خوب در میدان جهاد مثل خالد ابن ولید واره رضی الله تعالی عنه، بسیار با قوت، لکن با وجود از اینکه اونم تو قوی هست، 10 نفر کافر یک دفعه چپا میکرد، لکن تقوای قلبی داشت که وقت جای تقوا می رسید، تقوای خدا واقعا به کار می برد. اینو میگن متقی واقعی. این انسان میگه من بسیار با تقوا هستم، لکن از نگاه عقیده ببینی، از یک طرف میگه من با تقوا هستم و با خالق ارتباط دارم و به مخلوق سجده میکنه و دیگرها را هم به سجده کردن مخلوق تشویق میکنه، نظر کردن بر مخلوق نظر عبادت از بر خالق میشه، میگه من بسیار با تقوا هستم، لکن این انسان با تقوا نظر بر مخلوق میگیره، به نام فلانی جان نظر، سجده در مقابل قبر سجده عبادت است و این کار میکنه، ایوازه که نام الله جل جلاله رو بگیره در مشکلات خود رو به طرف مخلوق میکنه. دست دعا خود الدعاء هو العباده،
رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که دعای عبادت است، لکن امی انسانی که خدا با تقوا میگیره در مقابل یک مخلوق ایستاد میشه که ای مخلوق تو مرا ببخش. این مخلوق بین خود و بین خالق واسطه قرار میده، مثل بت پرستا که بت پرستش میکردن. پس این متقی دروغی هست و این انسان با تقوای دروغی خود خدا فریب میده. دومی نفره که خدا متقی قرار میده و با تقوا نیست، انسان دیگه هست. چی میگه؟ میگه مصحب کت ششتیم، مصحب قلب خدا پاک کردن قلب مهم است. قلب بسیار پاک باشه، قلب بسیار نظیف باشه، در قلب باید کدورت نباشه. والله گفی بسیار شیرین است، بسیار جملات زیبا و بسیار پیام خوب و واقعا گفی شیرین است. ما هم قبول کردیم که والله راست میگه. ای که استاد شما درس میتین، ای که شما میرین بر مردم میگین، ای که شما میرین در نماز میشینین، ای که شما میرین اعتکاف میکنین، ای که شما شلب جماعت هستین، ای گپا آنقدر نیست. خیلی چی اصل است؟ آنقدر که بسیار اصل است او صفای قلبی است. من هم گفتم واقعا گپ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که در وجود انسان یک پارچه گوشت است که اگر او اصلاح شد تمام اعضای بدن انسان اصلاح میشه. پس اطمان منظور از این قلب است. واقعا وقتی که قلب اصلاح شد، دستام اصلاح میشه، چشمام اصلاح میشه، حرکاتم اصلاح میشه، مالم اصلاح میشه، چون قلب پاک شد همه چیز. والا گفت بسیار خوب است و من قناعت حاصل شد. لکن امرای از این نفره که به این فکر است که قلب من مجور میکنم، لکن برعکس وقتی که ببینی غیبت فلانی را میکنم، بدگویی فلانی را میکنم، مجردی که در یک مسئله کت شکمک اختلاف کردی، آستینایش بر زدگیز کردی، خب کجاست صفای قلب تو؟ چی شد پاکی قلب تو؟ آیا انسانی که دروغ میگه، آیا انسانی که غیبت میکنه و کتش را یک مجلس بشینی 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه کتش استاد شوی دوی 15 20 دقیقه فورا غیبت از او غیبت از او فلانی و ترس فلانی خراب است فلانی ترس، آیا این تقوا هست؟ دروغ میگه، خدا فریب میده، تقوا نیست، خدا بازی میده. صفای قلب چی است که آدم هیچ دشمن نداشته باشه، هیچ بدبین نداشته باشه در بین مسلمان ها و غیر مسلمان و بیدین، او رو بد ببینه. از اساس نیکی و بدی دوست داشتن و بد داشتن یک کس قرآن باشه، که قرآن گفته کی رو دوست داشته باش کی بدت بیه، کی دوستت هست کی دشمنت هست. اما اینکه تو مثلا یک مسلمان غیبتش شروع کردی یک ساعت یک و نیم ساعت 20 دقیقه کتش استاد شدیم 20 دقیقه مکمل غیبت است، کجا شد صفای قلب؟ پس برازی برادر بگویم که برادر عزیز خفه نشو، تو با تقوا نیستی، خدا فریب میدی. سومین کسی که خدا با تقوا میگیره و با تقوا نیست و تقواش دروغی هست، او این است که در قسمت عایدات خود، عایدات خود با تقوا نیست. نماز بسیار خوبش میخونه، وضو بسیار خوبش میکنه، احکام دین خوب مراعات میکنه، حتی اگر سر جیبش هم سعی کنی مسواکش ماندگی هست، والله این کارهای بسیار خوب است، بسیار خوب است و با تقوا هستیم. لکن وقتی که بیای اینمی ما شده که مکلفیت بر ما داده شده که در مقابل از اینی معاش تو باید این قدر کار باید بکنی و قراردادم کرده و عهدم کرده و تعهدم کرده که بله من در مقابل اینمی معاش این قدر کار میکنم، لکن در اون وقت وقتی که ببینی تقوایش کجا میشه، روزش گم است. وقتی که محاسبه بکنی اینی معاش در مقابل اینی کار، وقتی که کارش مقایسه با اعمالش بکنی، کارش اصلا با معاشش با عمو تعهدی کرده که با تعهدش هیچ سر نمیزنه. چرا؟ پس این انسان بفهمه که نه، تو انسان هستی که ولو از پول حرامی که تو عاید حاصل کردی اگر تو نمازم بخوانی، شرط قبولی نماز تو یه است، از حج تو یه است، از عبادت تو یه است که لباست باید از پول حلال باشه. وقتی که تو تعهد میکنی لکن پولت پول حرام است و در کارت غلطکاری میکنی، اکثرا شما سیل کنین بسیاری امی نجارها، گلکارها، امی برادرایی که علبی ساز هستن، امی برادرایی که ولدنکار هستن، امی برادرایی که مستری هستن، این امی اکثریتشان سیل کنی که تقوای از اینا به دروغ است، اکثریتشان تقوایش به دروغ است. خوب آجی هست
خوب دیوال زن است، لکن آنقدر غلطی میکنه وقتی کتش قرارداد بکنید تا که زورش میرسه دونمو دیوار و دونمو ساختمان تا که میتونه جای بدل خریداری میکنه. چه شد تقوای تو؟ چه شد ریش تو؟ این لنگی تو؟ این حج تو؟ این عبادت تو؟ این تقوای تو؟ این خونی است که والا خلیفه صاحب آمد در صف اول مسجد کشیش بسیار رحمت خدا کج و کور میکنم و چیز میکنم. تو خدا کج و کور در او وقت بکن که ذکر الله چی است؟ بسیاری کسا وقتی که ذکر میکنن والا من 1000 دانه تسبیح کردم، نه، او ذکر حقیقی کدام ذکر است که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، ذکر حقیقی او است که وقت الله را به یاد آورد قلبش در تکان مفته که خب من امی تعمیر دروغکاری میکنم، من مثلا بر مردم گفتم که برات از سمت درست استفاده میکنم، از سمت غلط استفاده میکنم. چه شد تقوای تو؟ دکتر صاحب است، نام خدا سعی کنی قواریشه و تقوایشه و نمازشه ببینی بسیار با تقوا هست، لکن ایوازی که در شفاخانه مریض ماینه کنه فورا بر نفر خود میگه تو باز در ماینه خانه من بیا، بازمت را در کجا عملیات میکنم؟ در ماینه خانه خود. چه شد تقوایی تو دکتر صاحب محترم؟ کجاست تقوایی؟ آیا تقوای تمی است که فقط در نماز وقتی که استاد میشی در صف نماز اینجا گردن تا کج میگیری و درکات نماز تا بسیار خوبش میخوانی؟ بارک الله فیک. تو تقوا تنها در نماز داری و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ایمان و بدون و سبون شعبتن، ایمان 70 چند بخش داره. چه شد تقوای تو داری قسمت؟ کجا شد تقوای تو؟ آیا تقوا امی هست که در نماز باید ما تو درست نماز بخونیم و یا تقوای ای است که در معامله تو قرارداد میکنی اوجه مریض پیش تو میای و تو در شفاخانه وظیفه دار هستی و در همین جا هستی تعهد کردی، لکن ایوازی که مریض تداوی بود در مقابلش به ماینه خانه تو نمیخوای؟ پس این دکتر متقی نیست. و یا ای که مثلا دکتری هست که در اونجا بالا خودش هست امرای منزل پایین قرارداد کرده امرای صاحب دواخانه که من مریض پیش تو روان میکنم و از او حق میگیره و در دواخانه که از او شریک است، در مقابل چی از دواخانه تو حق میگیری؟ آیا این تقوا هست؟ و بعد از پیسی ازی کجاست دکتر صاحب محترم متخصص صاحب حج رفته؟ آیا حج تو را الله جل جلاله قبول میکنه؟ آیا حج تو امو حج مبرور است که گناه های تو بخشیده شوه؟ تو خود مال مردم خوردی و حق مردم خوردی، پس تو با تقوا نیستی. از این خاطر متاسفانه بسیاری همی کسایی که در کار هستن دکتر است، اکثرا دکتران را سعی کنین که مثلا ماینه تلویزیونی را ناقی میته. چرا میته؟ به خاطر از اینکه امرای نفر که ماینه تلویزیونی است. تو ضرورت نداری. اگر ضرورت داشته باشی خود دکتر، ما بسیاری وقتا برام تلفن میای از دکتر صاحبات زنگ میزنن، مالک دواخانه زنگ میزنه، والا صاحب من این برادر عزیز تو از من فتوا نگی، از قلبت فتوا بگی که آیا امی کاری که میکنی باطل است یا حق است. اگر امی نفره که تو به ماینه تلویزیونی روان کردی واقعا با ماینه تلویزیونی نیاز داره و تو دکتر هستی میفهمی که بدون ماینه تلویزیونی کارش نمیشه، بالای تو لازم است، واجب است، وظیفه اسلامی توست که با ماینه تلویزیونی روان بکنی، لکن همین نفر دیگر هم میفهمی که برادر این نیاز به ماینه تلویزیونی نداره، یک غذای را خورده کمک برش یک انسداد پیدا شده یا یک کمک مثلا برش تورم غذایی پیدا شده، میشه با یک تابلت با یک چیز عادی و خوب شوه، یا مثلا یک کسی یک دلبدی عادی پیدا کردن، ولی تو همین نفر که مجاهد پیش رفت، یک نفر است یک گریپ عادی داره مثلا میشه با یک 4 دونه تابلت عادی خوب شوه یا با برش یک شوه، برای زوم یک صاحب تو برو اول برش سیروم تیر میکنه به خاطر که سیروم والا کت پیشکاری والا قرارداد است و باز برش میگه تو ماینه تلویزیونی بکو و ماینه تلویزیونی هم در پشتش شام میکنه که اون پیش فلانی نفر برو، در حالی که میفهمم همون نفر که ماینه تلویزیونی میکنه صحیح یادم نداره، لکن قصدن به خاطر که امرای قراردادیش است. ما برش میگم برادر عزیز در مسلکت خودت خوبتر میفهمی، لکن اگر با تقوا خدا میگیری این تقوا نیست که تو لیست دواهایی را که دواخانه زیر باور بکنین، من پیش یکی از دکتر صاحبا رفتم که لیست سر میزش ماندگی بود و عین لیست هم دیدم در دواخانه زیر که رفتم عین لیست سر میز از اون ماندگی بود، یک کاپیش اینجا بود یک کاپیش اونجا، من هر مریض که میام سوال میکرد که دواخانه کدام دواها داره، این دوا این دوا این دوا این داره، خب مرض خوش قسم نیست، احیانا بعضی از دواهایی است که در دواخانه شخصی تو یافت نمیشه در شفاخانه دیگه یافت میشه. و امی دکتر صاحب باز می دیدم که در صف مسجد هم در پالی مساج شده و خدا با تقوا هم گرفته و حج هم رفته و همیشه که ببینی از تقوا گپ میزنن. من برش میگم دکتر صاحب محترم صحیح است که تو خوب عالم هستی، خوب متخصص هستی، لکن در مسلک ما که شرعیات است این انسان مثل تو رو با تقوا نیست. تو در مسلک خود میفهمی، تو در مرض ما میفهمی مرضهای جسمی، لکن ما در مرضهای معنوی تو میفهمیم، در ایمان تو میفهمیم، در تقوای تو میفهمیم و ما در مسلک خود برات میگیم که برادر تو مریض هستی،
تو دکتر هستی دیگه را تداوی میکنی، لکن خودت از نگاه دین تقوا نداری، خودت مریض هستی، خودت باید خود معالجه بکنی و خودت پیش طبیب بری. نه، اکثریت کسایی که کسبی هستن در کسب خود غلطی میکنن. گلکار در گلکاری خود با تقوا نیست، نجار در نجاری خود با تقوا نیست. برای تو میگم من چوب خوبش برات میتم، تر نیست، چوب خشک بسیار خوبش است، لکن در دروازش وقتی که سیل کنی همون چوب بدل خراب در جان تو زدن و تو فکر میکنی نام خدا چه خوب انسان با دیانت است. تکفروش تکفروشی خود با تقوا نیست. تکی پاکستانی رو به نام تکی ژاپنی، تکی گاچی که مثلا بسیاری وقتا این لنگی من متر 20 روپی است، گاچی 20 روپی است، اما این بسیاری وقتا سر یک زن بیچاره به نام گاچ درجه یک این متر 80 روپی میفروشه. آیا این 60 روپی دیگه که تو این گرفتی تو با تقوا هستی؟ نیست، دروغ میگه، با تقوا نیست. پنج ستاره پاکستانی رو به نام پنج ستاره ژاپنی میفروشی. کجا شد تقوای تو؟ کجا شد ایمان تو؟ کجا شد حج تو؟ ای خود نیست که وادی که مجدد که پیشین شد، ما دیدیم بسیاری از دکاندار سای بایره، ما هم دکانداری کردیم و خصوصا ما در تکفروشی هم کار کردیم، شیشتیم که تکفروش ها عیبای تکفروش ها بسیار برای معلوم است، کلشان هم میفهم وادی که وضو میشه اتو میده و صاحب دمی وضو ببینی که یخ وضو میکنه و در نماز وقتی که ببینی بسیار خوب نماز میخونه، پنج وقت نمازش در جماعت است، خودش فامیلش خانوادهش کلش، لکن وقت متر کردن تکه شد کجا شد تقوا؟ الله فراموش شد، پیغمبرش فراموش شد، دین فراموش شد. اینجا فقط نفس آمد و برای شیطان. حتی بسیاری وقتا گپایشان چی است؟ والا همین تکفروشی بسیار خوب کذب است. در اینجا هم دنیای تست هم ساعت تیر میشه. چطور ساعت تیر میشه؟ این زنا در دیگه جایی که هستن روی خدا پت میکنن، باز پیش تکفروش روی خدا بالا میکنن. آیا تو مسلمان هستی؟ تو با تقوا هستی؟ تو به ناموس مردم به خاطر از اینکه تو دکاندار هستی؟ او زن خو احمق است، شوش خدا زدهش در پیشانوش نشست دالیا واوسین. او رو چی میکنی؟ او کاور زن خدا پیش روی تو شانده بود که تو قسم میکنه روی خودم بالا کرده. او گلم جمع شد. اما تو چطور خدا با تقوا میگیری و پنج وقت نماز تا میخونی و در اونجا بازی با خدا یه گپ باور بکنید که مشونی دیم از دانشان از دانه یعنی تو دکانداری کردیم در پالیم دکاندار خودش همین گپ برای من زدن و باید این گفتیم از خدا بترس، خجالت بکش، شرم بکوه. الله جوابش چی میده که تو به طرف ناموس مردم به این قسم در واده تک خریدن دایی تو سر ناموس مردم به طرفش سل میکنیم. پس بسیاری وقتا اهل کسب متاسفانه کامپیوتر کار است. سعیز من نمیفهم، لیکن الله جل جلو میفهمه که تو چقدر خیانت میکنی در کامپیوترت، در ثبت کردنت، در کار کردنت. آیا این ماش بر تو حلال میشه در وقت آمدنت، وقت رفتنت؟ خودت میفهمی کامپیوتر کار کس گرفته نمیتونه، میتونه قرار سه ما چارتانو بشینه و بر فریب بده، لکن در مقابل الله جل جلاله تو چی میکنی؟ ماشرا که تو میخوری بر تو حلال است. با این لباسی که تو از این پیسه خریدی تو میکنی، آیا این پیسه بر تو حلال است؟ نیست برادر عزیز، نیست برادر عزیز. تو وقتی که تعهد کردی باید مطابق تعهدت اونم تو صداقت داشته باشی. اسلام خب مفت نیست دیگه. این خو نیست که ما هر غلطی که دلم شد و باز با وجود از این بگیم هدل للمتقین و خودش فکر بکنه. ما برش میگیم برادر تو متقی نیستی وقتی که غلطی میکنی در مال مردم در چیز ازی. موتر از یک پرزه که آدیش خراب است وقتی که ببریش بشه مستری، مستری صاحب خوب میفهمه که این پرزه که از یک پرزه را توبته خلاص این موتر جور میشه. میشه که یک 50 افغانی بگیره، یک 100 افغانی بگیره. برد میگه صاحب این 800 روپی است. پرزه کار داره، فلانی کار داره. سعیست مرا بازی دادی، لکن ما بازی نخوردیم، ما بازی نخوردیم. 50 روپی حقت بود، 750 روپی مرا گرفتی، 750 را در قیامت 750 کیلو ندوانم تا گبانم ده 750 کیلومتر نمیزنم از زدن که اونجا دواندن است. خوب بدوی، خب مفت نیست که تو مال مردم به مقابل غلطی و دروغی و ترا ماست طول میکنی در ترازویت غلطی هست. یک وقتی که یک آدمی با تقوا، والله اینو دروغ نمیگم براتون، خرد بودم که یک دکاندار بسیار در نماز میامد، دیندار بود. گفتم صاحب مام نمیشد می دکانداری ام را شریک شدم. آقا گفت میشه به یک شرط. به چی شرط؟ دروغ باید بگویی، دروغ باید بگویی. این شرط اول دکانداری است. دوم شرط که باز مقصد فکرت باشه که باز در دکانداری ملایی تو برای من نشان نتی. چی ملایی من برات نشان میدم؟ برادر وقتی که بوره طول میکنی برای ما، او وقت حکومت 30 روپیه یک کیلو بوره را میداد،
29 روپه میته 29 روپه ماشم چقدر ازی در ترازو میره و چقدر ازی ماشم برجی شو تو میشه بوره را که 30 روپه بفروشیم با 30 روپه خده او بر ما 1 روپه فایده ایمانه در 1 کیلو 1 روپه چیست و چطور از خیلی چی کنیم اینجا در ترازو خوب بر ما یاد داد ما ششم گفتم باش یاد بگیرم به خاطر ازی یاد نگیم بکانداری کنم به خاطر ازی گفتم باش که مسئله جور کنم باز مسئله شه بر شما بگویم گفت دایی پلی ترازو که سنگ 2 کیلوی را ماندی بسیار خوب ماندم دایی پلی دیگه ترازو بوره را پرتو خوب انداختم منتهای ترازوی متر است کمتی یک دکه بیتیش میشینه کمتی شیش باز که کم کده بیری کم کده بیری یک و نیم کیلو که شد بازو پس کمک خدا چی میکنن؟ بالا میکنن این سیستم در ترازو زده ویل للمطففین الذین ها؟ ویل از شدت عذاب از برای اینمی مسلمان های با تقوی ترازووان دکاندار هستی الله میگه که ویل از شدت عذاب است و از بعض مفسرین میگن که کند از کندهای دوزخ است که تو در ترازو غلطی میکنی نامتان با تقوا میگیری در صف مسجد هم آمدی والله کت فرعون و هامان و شداد و نمرود تا که حشر نشی که تو در هر پلی ترازوی تو نیم نیم کیلو بر مردم بازی دادی قصابا هستن قصاب از وقتی که رفتی عمل شما ببینین عمل گوشت های حرام هم است قصاب میفهمه که گوشت حرام است تجار میفهمه که گوشت حرام است مکت خوب هم رئیس های شرکت های تجار ششتم یک روز مرا خواستن گفتن استاد شما سر گوشت ها و اترا بحث کردن چطور است من گفتم بی برادر عزیز بیا بیشی خوب ریش هم داشت کلا هم داشت خوب گفتم برادر عزیز و محترم گفت بیا اینجا در موتر بشینیم گفتم نه من در موتر چی کنم بشینیم بیا اینجا قرار میریم در خانه الله در مسجد میشینیم ششتم که شما گفتم برادر عزیز والله ما که تحقیق میکنم و گپ میزنم به خاطر رضایت الله که در روز قیامت مسئول نشم و ما میفهمم که گوش تو حرام است و تو میفهمی که گوشت حرام است در روز قیامت تو تجار در مقابل الله جل جلاله از این ملت بیچاره جواب میدی تو گوشت حرام است سرشان میخورانی ببانی ازی وزی پیسیت زیاد است خوب پیسی زیاد داری خوب بلدنگای زیاد داری لکن روزی که گفت نسبت وفات باز نمیگه نسبت وفات وقتی که مرده تا آوردن باز نمیگه چی شد میلیونر اما میلیونر سر کجاست کجاست میگه مرده مرده کجاست؟ مرده را گور کردن؟ باز نمیگه که والا فلانی پروفیسور صاحب نمیگه فلانی تجار صاحب میلیونر باز نام مرده را سرت میمانه اوجا باز پیش الله جل جلاله جواب میدی پس بسیاری تجارا هستن میفهمه که حرام است میفهمه که شراب است میفهمه که شراب حرام است و این برای مردم وارد میکنن و بازیش خود مسلمان و دیندار میگیره نه خیر سه نه خیر یک شراب فروش ایده بودم تو خیرات دادم میرفت خیرات دادم میرفت گفت چی پس ما وقت خورد بودم سنم هم کم بود گفتم اون دوست تلای خدای ناراض گفت این از هکو پرزه تا گفتی گفتم چی پرزه گفتیم او میفهمید که ما چی میخواییم بگویم این دوست تلای اون دوی بیچاره صبح که وقت ملازان کجا میره در درمسال ما و شما هنوز در وازانه هست در هندوستان که باشی باز میفهمی در هندوستان ما هنوز به نماز صبح نخستیم هنوز آذانای صبح داده شده که باز ما به می گرنگی برنگی در هندوستان از خواب بیدار می شدم باور بکنین ما در بمبایی در یکی از اوتلا زندگی می کردم در می اوتل که اتاق ما بود او طرفش یک جای چیز بوده باز ما صاحب صبحکی که می شد هنوز آذان ما را نداده می دیدم که نمی شد روز چی گفت؟ این صبحکی وقت پیش از ملای امام ما وقت رفته در بودخانه شیشته و اینمی کتاب گرنگ برنگ گرنگ گرنگ خوانده میره این دوست داره خدای ناراض بسیاری کسا هستن که خودش از حرام تغذیه شده ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت سعد یک صحابی بزرگوار چی گفت حضرت سعد رضی الله تعالی عنه آمد برش گفت که یا رسول الله ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما دعا کو که من مستجاب دعوه باشم که من برای ما تو یک دعا کوی پیغمبر خدا که هر وقتی که من دعا میکنم دعای من الله قبول بکنه رسول الله صلی الله علیه و آله نگفت که برو ما برات یک دعا میکنم این برو بادادی دعای تو قبول است پیغمبر اصلا فرمول داد برش فرمول داد گفت اطب مطعمک تکون مستجاب دعوه غذای تو حلال بساز خوراک تو حلال بساز مستجاب دعوه هستی هر دعایی کنی الله قبول میکنه چرا ما مسلمان ها دعا میکنیم دعای ما قبول نمیشه غذای ما حرام است خوراک ما حرام است خوراک ما حرام است پشت خوراک نمیگردیم از کجا شد غلطی کردی حرام شد شاخ و دم نداره وقتی که یک نفر گفت که برادر من این موبایل 2.5 ساعت خریدیم
برای تو میتو میشه 260 روپیه، در حالی که تو این موبایل 200 روپیه خریدی، پیسیت حرام شد، پیسیت حرام شد. قصاب از برات میگه که برادر گوشت سرخی کیلوی 240 روپیه، برادر سرخی، همین سرخی ها، وقت از این طرف باز برات گوشت های گنده را در بینش تیر میکنه، برش حرام شد. تو بر من گفتی سرخی، میگفتی گد و دیشن، نمیگفتی سرخی، که من میفهمیدم که تو واقعا راست میگی. برای من میگی گوشت سرخی و بر تو حرام میشه. حالا بعضی از قصابا هستن، برادر قصاب عزیز، قصاباش غصاب نباش، غصب نکو مال مردمه، با خدا زنت میخوره، اولادایت میخوره و در روز قیامت جوابش تو میدی. بعضی ها پمپ میکنن، کت پمپ او پمپ میکنن دگاو گوشت قیمتی شده، در روز قیامت تو پمپا شوی که دلت از زندگی سیاه شوه. در مقابل الله، در مقابل مسلمان ها تو غلطی میکنی، جواب وزیر در روز قیامت چی میدی؟ در مقابل الله جل جلاله استاد شدی. طبعا اینه بسیاریش هستن صاحب در این باره گوشتا که کردم، یک روز یک چه قصاب از گمین قسمی بخونم آمیکاسی که چیز رو یادم نداشته باشه گپ بزنه، من چیز نگفتم، دلم بدروی من دارو باز بدم بگم گل نگیره جایی تا زورش جاده آمیکاسی که چیز رو نفهمه، یعنی من که گپ زدیم نمیفهمم، برمت اگه از پشت سر من پرزه میگه خوب اما تو چاق هم پوندیدی، خوب چاق پوندیدی، در روز آخرت هر قدر کسی که هر قدر خوب چاق است و خوب در میگیره، خوب چربو داره نه؟ این قصاب که سر سیخ که میپرده سیخ کبابه، گوشت خالی و دود نداره نه؟ کباب نمیشه، اما چربو دار باز خوب دیگه، اما تو جغغ بغش میبرایه، تو که از این پیسه حرام تو خودت تغذیه کردی خوب جزایت خواد دیدی. خیر است، من سعیست من نفهم، من جاهل، پشت سرم یک دو تا پرزام بگو، لکن در روز قیامت جواب الله را چی میتی؟ تو قصابه که تو قصاب چی جواب الله جل جلاله را میتی؟ و میگه من بسیار با تقوا هست، بسیار خوب با تقوا هستی، این دلبند جیگرم کت پمپ بایسیکل چاق ساختی، سعی میکنی که از دور سعی میکنی چند از بیادر، چی خوب دلبند کلام، چی خوب سعی میکنی، آدم بیچاره ساده، اصلا تو بیعقل هستی. خوب مرده که یک دانه دلبنده یک کنیم سرش بگیره چاق ساختش پندانش 200 فروختی سرش، او نقص نکرد برد، خیر است یک دو لقمه گوشت کم خورد، لیکن تو جواب الله جل جلاله در روز قیامت چی میدی؟ پای گومیش های غیر مایده بدیم، پای گومیش که به اندازه گردن شطور باشه و قدید ما نیده بدیم، لیکن در افغانستان یاف میشن ای پای سای تو پام کردن که از او گردن شطور جور شدن. جواب الله جل جلاله چی میدی؟ این پیسه رو تو میبری و در خانه و فکر میکنی بر تو حلال است؟ نیست حلال برادر عزیز، از این خاطر اینی مردم ها متقی های دروغی هستن، خدا فریب میدن. بعضی برادرای عزیز دیگه محترم متقی های دروغ دیگه رو ببینی صاحب که حج رفته، خودش هم حج رفته و اعضای خانوادهش هم حج رفته و کتش که بیشینی نام خدا از تقوا و از ایمانداری و ترایش که سیل کنی بسیار، لکن این انسان ات زبان داره، زبانش مثل نیش گژدم وارز نفر آمده گفته فلانی چی خوب با تقوا آدم هست، گفته نگو با تقواست، سر نمازش بازی نخو، سری قواری ظاهریش بازی نخو، آنقدر زبان زش داره ات یک گپ برات میرسانه که یک ما تیری از او از دل از او نفر نمیره، یعنی گریان های نفر را کشیده، باور بکن از زشتش، از گپ زشتش گریان کرده نفر، از گپ زشتش گریان کرده، گفته با خدا نیست، گفت با تقوا، اتو گپا گفت برای من میزنه، اتو تهمت برات میکنه، اتو یک نیش برات میرسانه، یا سبحان الله. و خدا بسیار با تقوا میگیره، تسبیح انداختگی صاحب قواری بسیار زیبا، نشست برخاستش بسیار زیبا، و اگر زن از بسیار خوب با سطر است و خوب چادر پوشیده و خوب فلانی پوشیده و خوب کالایش سیل کنی، لکن با تقوا اونیست که مثلا اعضای خانوادهش، بعضی آجی صاحبا هست که خدا بسیار با تقوا میگیره
وقت تو در مقابل الله جل جلاله با تقوا هستی که سنوید بخیزه در روز قیامت شهادت بده بگه بله این خساره من آدم با تقوا بود، اما دل از اون کفاندی، خشوع دل سنور کفانده، دل داماد کفانده، دل نواسار کفانده، دل دیگرها رو ببینی کلشان کفانده و با وجود ازی هم میگه با تقوا هستمی با تقوا نیست. کس که زبانش المسلمو پیغمبر هم میگه مسلمان واقعی کی هست؟ تو با تقوا مسلمان هم نیستی. اگه یه حدیث شریف سر تطبیق بکنی مسلمان هم نیستی، تو آجی و تو بیبی آجی و تو فلانی و تو فلانی، تو مسلمان و تو دیندار و تو با تقوای دروغی، کجا هستی مسلمان؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان واقعی کسی است که مسلمان ها از شر زبان و دست جا نجات باشه. چطور تو مثلا سر یک مسلمان تومت میکنی؟ چطور تو وقتی که قهر شوی گپای زشت میزنی؟ چطور تو نیش میرسانی که جانب مقابل دلش برش مثل کتی کتی یک مرمی زده باش؟ و در یک شاعر عربی چی میگه؟ میگه جراحات و سنان لحل التیام ولا یلتعم و ما جرح اللسان. میگه اگه که یک نفر کت شمشیر بزنی دستش سوراخ کنی این جور میشه. چند وقت بود که بید چطور شد؟ میگه شمشیری که زده بودی خوب شد، اما این زبان از شمشیرم که تیزتر و خطرناکتر و زاردارتر است. کجاست تقوای که زار در قلب از او کار میکنه و او رو قلبن متاثر ساختی و وقتی که در پشت سرت یادش میشه میگه خدا نبخشیش، خدا از خاطر من تا ترین دوزخ پرتش و در روز قیامت تو حشر شوی و کلا که بخید از یخنم بگره که پروردگارا مرا ذلیل ساخت، مرا به عزت ساخت، مرا جگرخون ساخت، مرا غمگین ساخت. جواب الله جل جلاله را چی میتی؟ اینی از با تقواهای دروغی، متقیای دروغی که خدا با تقوا فکر میکنن. و از این خاطر که در افغانستان وقتی که رفت نام خدا حاجی صاحب، نام خدا کربلایی صاحب، نام خدا پلنگی صاحب، نام خدا فلانی صاحب، بر از یاس ناما و تخلصای عجیب و غریب برشان مانده، یه دیگه فکر میکنن صاحب من نمی هستم و تسبیح پر تو یک چند سبحان الله سبحان الله بگو و صبحی قرآن شریف کلان بخر صاحب پیشرویت بان. نه برادر، این تقوا نیست، این تقوا نیست که تو به شکل میگنی. تقوا این است که قلب مسلمان دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، دل یک مسلمان به دست میاد. تقوایی است که دل یک مسلمان، مسلمان رنج نتی قلبش است. در قلب مسلمان تو باید خوشی رو پرتی. چرا ثواب داره پرسان مریض؟ چرا رفتن به جنازه و در غم یک نفر شرکت کردن؟ چرا کتی یک نفر کمک کردن؟ به خاطر ازی که یکی از چیزهای بسیار با ارزش پیش الله جل جلاله است که یک ما کاری بکنیم که در قلب یک مسلمان خوشی رو پرتی، مسلمان خوشحال شود، مسلمان خوشحال بسازد. اما ای که نیش میرسانه نه خیری با تقوا نیست. یک تعداد انسانهای با تقوای دروغی کسایی هستن که اینما تو فقط قوی منتظره و به جنگ آماده هست. این دیگه واکنش سریع شیطان است. بعض انسان ها هست خوب خدا با تقوا میگیره، در نماز که سعی کنی ماشاءالله چقدر زیبا نماز میخونه، اتو نماز خوبش میخونه که در قلب تاثیر میکنه، اما وقتی که باز بیای از نگاه عملی پیش از همین انسان بی تقوا متقی دروغین فقط واکنش سریع هست. کجا جنگ باشه که من جنگ کنم؟ با اونم تقواش. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کجا هست؟ از دست تو، از شر دست تو مردم ها در امان هست. بسیاری اوقات آدم میترسه کتش یک گپ یک دو بسازه. بخاطر کی؟ آماده چی است؟ ای مجرد که کتش دو کلمه گپ زده شو آجر والست زدن است. برادر عزیز، تو که 24 سال آماده جنگ هستی و تو که آبرو و عزت مردم در قصهش نیستی و تو که جنگ خوشت میایه و تو که آماده هستی که دندان مردم رو بشکنانی، سرش رو بترقانی، او رو لط بکنی و خوشحال هستی برای جنگ کردن، و تو میگی که من با تقوا هستم، با تقوا نیستی. خدا فریب نتی، خدا فریب نتی. با تقوا کسی است که پیغمبر هم میگه که در ماه مبارک رمضان ببینین علامت با تقوا که یک نفر دشنام میتیش، یک مسلمان تو را دشنام داد، یک مسلمان آمد از یخنت گرفت، او بی عقلی کرد. تو باید در ماه مبارک رمضان روزه گرفتی، برش گفتی من روزه دار هستم، با 11 ماه دیگه هم تو باید همون روزه را داشته باشی. روزه اخلاقت باید
در طول سال تو باید عمو تو روزه دار باشی از نگاه اخلاق. در رمضان خود نان و خوراک نمیخوری، در این وقت بخور نانتا غذایتا بخور، لیکن از نگاه اخلاق روزه داشته باش. کجا هستی مسلمان؟ الله جل جلاله به پیغمبر صلی الله علیه و آله چی میگه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیغمبر، این رحمت الله جل جلاله بود که تو قدر نرم شدی برشان. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. اگر تو تون می بودی، سنگدل می بودی، مردم از اطراف تو می رفتن. پیغمبر صلی الله علیه و سلام آن قدر نرم بود که کتش میگه دست میدادی دستش از ابریشم هم کرده نرمتر و زیباتر بود. یا سبحان الله، اخلاقشان قدر عالی بود که از دستش یک غلام و کنیز میگرفت و میبرد و شونجا کتش صحبت میکرد. اما توی قدر تند هستی که مسلمان ها وقتی که یک گپ عادی باشه کت مشوره بکنه، در مشوره بگه نه کت از اون صاحب گپ نزنین، که اگر یک همه کتش یک گپ دو تا ساختی عمله میکنه، ای باز با تقوا نیست. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي پروردگارا بر ما تقوای واقعی نصیب کنی، تقوایی که هم از نگاه عقیده، هم از نگاه اخلاق، هم از نگاه معاملات، هم از نگاه عبادات قوانین تقوا را مراعات بکنیم و این تقوای ما سبب نجات ما از آتش دوزخ شده. پروردگار، آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. سوال کس نداره انشاءالله؟ بفهمید. خب اینجا چند نقطه هست. خب یک نقطه ای هست که نظر داشته باشین که بسیاری کسات فکر میکنه که والا اگر در بین زنات بچک های خرد آوردیم بازو پروا نداره. مشکل خود اکلانی و خردی و سازنده نیست. حال یک گناه تقریبا چند بخش داره. خود ساز حرام است، طفل خردم بزنه حرام است، بغیر از دایره که برای دخترک های خرد اجازه هست. اما این سازهای که حال به نام ارمونیا و به نام تبله و ایگپایی که یا میزنن، این طفل خردم بزنه حرام است و ششتنده این ناروا هست و که جوانه بزنه. این حال اگر طفل خرد زد گناهش حرام مرتکب شدی، اما اگر بچه جوان بود گناه دومی را هم مرتکب شدی، نامحرمه. و زن که رقصید این حرام دیگر مرتکب شد. و ای که دیگران را مثلا مانع میشه که او انسانه که نمیخواید مجلس بشینه در مقابل از او، پس این گناه از این تو زیاد شده میره. به خاطر از اینکه بسیاری اوقات یک نفر که یک گناه را میکنه، سختی از این گناه، خطر از این گناه در چی است که یک گناه انسان منجر به گناه دومی میسازه، به سومی میسازه، به چهارمی میسازه، به پنجمی میسازه و شیطان یک گناه را راه جور میکنه بر صد گناه دیگه. ساز آوردی در بین زنها بود یا در بین مردها، خودش حرام و ناروا را کار کردی، یک حرام شد. وقتی که باز مقابل از این رقصیدی حرام دومی شد، این گناهت شد. گناه دومی، حرام دومی که نامحرم بود، حرام سومی که رقصید، حرام چهارمی که تو کس دیگه را هم تشویق کردی، حرام پنجمی که اون نفر که نمیخواد که اعضای خانوادهش در اینجا باشه ای را هم چیز کردی. پس این گناه شکی نشد. چند شد. بسیاری کساست خواه میگه این برای شیطان که هست، برای هر کس مطابق مزاجش میه. بعضی کسایی که ساز زیاد خوش داره باز برای اون شیطان میه، برش فتوا میده که برادر تو که ساز آوردی بچه های کار آوردی، خود ساز حرام است، تو که حرام مرتکب شدی. ای که باز بچه جوان آوردی و بوده مقابل از خانم ها رقصیدن، ای خب باز گناه دیگه داره که علایده بحث علایده خود داره. مثلا یک نفر نماز هم نمیخونه، روزه هم نمیگیره، پس او که نماز نمیخونه و روزه میگیره، او گناهش فرق میکنه با یک کسی که هم نماز نمیخونه هم روزه نمیگیره. او که مثلا ساز میاره، یک حرام مرتکب شد. ولو که بچه های خرد باشه، وقتی که با ساز آورد امرای مردهای کلان کلان، ای دیگه گناه را مرتکب شد. باز ای که مثلا این مردای کلان آورد در بین زنای نامحرم داخل شد، ای دیگه گناه شد. ای که بازی زن رقصید، ای گناه دیگه شد. باز یک گناه، دو گناه، سه گناه، چهار گناه. لکن توصیه من بر شما ای برادر عزیزی از کسایی که شما میخواین که تقوا داشته باشین، در اوت و مجالس و معافل وقتی که دیدین یک نفر به میچی است، به بسیار کلمات سخت استعمال نکنین. یعنی من طرفدار از این نیستم که برای یک انسان کلمات زشت را که تو ولا اوتو شدی یا اوتو شدی یا اوتو شدی. انسان مسلمان همیشه باید عفیف اللسان باشه. باش بگه برادر عزیز،
اینمی چیز حرام و ناروا هست. اگر مرا دوستتان قبول دارین و مرا خوش میسازین، اینی چیزا را نبرین. وقتی که مرا خوش ندارین، این را خوش دارین، با امان خدا من رفتم با امان خدا و من میگم که من به خاطر از اینه که شما دشمنی دارم، به خاطر از اینکه من نمیخوام به یک حرام متکب شوم. یک روز یک کسی مرا گفت، گفت والا استاد چطور است؟ من گفتم والا از نگاه دل که باشه مرا بسیار خوش میاد که خودم هم دو تل برم و خوب درشی لوکس بپوشم و ریشم چپه تراش کنم و نکتایی رو هم بزنم و مادر اولادارم کت خود ببرم و اشتکام کت ما باشه و باز مرا بالا بالا میشانم و خوب برای دیگه اگر یک خوراک میارن برای ما چهار خوراک میاد و نفر هتل هم مرا میشناسه و مرا خوب عزت میکنه دیگه. لکن من میگم که اگر من خودم برم خانم ما برم اولادای ما دمی هتل ببرم و دهی ساز و رقص تراشیشتیم، تو خونم خدا تکواندو باز هستی، زور دوزخ داری؟ من ندارم همی زوره. استاد ببخشید پیش از این من سلطاوت گرفتم، اومده از موسیقی یا باشه ما در مفتر کنم من میگم چون این دشتر داری ما بخاطر که قطع نشه من سلطاوت میگم و من میردم میکرم نشه ساز نمیشه تاوت کنم نیستم من نمیرفتم یعنی منظور من اسم فامیدم کل گپ من فامیدم اگه خب به هر صورت یعنی بیان کردن حق باید با اسلوب درست شوه برای مردم فامانده شوه و بجبوی برادر عزیز ما میره نمیریم، لکن از کلمات زشت لطفا استفاده نکنین خیر است. چرا؟ به خاطر از این که اسلام اجازه نمیده. امو هم درست است، یعنی هر چی که گفت حق ما مسلمان حق نداره که کسی را دشنام یا گپ زشت در مقابلش بگیم مستقیما. مبارزه کردن درست است اما دشنام دادن درست نیست، بد گفتن درست نیست. این است که مثلا خودت مبارزه میکنی مردم میگی برادرم این کارا نکنین، پیش از پیش کتشان کار میکنی. مردم افغانستان چرا بسیاری احکام قبول نمیکنن؟ چرا صحابه کرام کل احکام قبول میکردن؟ پیغمبر هم 13 سال سر عقیده کار کرد. سر چی کار کرد؟ امی جوانی که عقیدهش درست شد نیاز تو نداری که برش بگوی ریش بار، نیاز نداری، خودش میپاله که چی حق است امو رو عمل بکنه. اما وقتی که عقیدهش ضعیف بود هر قدر که تو برش گفته بری از این خاطر از ریش شروع نکو، از چادر بر زنها شروع نکو، از حجاب شروع نکو، از ساز و دول و فلانی شروع نکو، شروع کو از عقیده. وقتی که انسان فهمید که والله من در روز قیامت استاد میشم در مقابل رب العالمین و عقیدش قوی هست و من این کار را بکنم جواب الله جل جلاله را چی بتم؟ بازو نمیکنه این کار. از این خاطر در دعوت قانونشی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم 12 سال 13 سال مکمل سر چی کار میکرد؟ تا که لا اله الا الله از زبان در قلب داخل شد. ما کسایی دیدیم که وقتی که لا اله الا بسیاری که در زبانش هست 1000 دفعه میگه لکن در قلبش، اما اگر لا اله الا الله در قلب داخل شد قلب اصلاح شد تمام اعضای بدن اصلاح میشه. ما موسیقی را خوش دارم، والا خواندنای احمد زاهر و خواندنای لتا منگشکر را که بیاری از دور که بشنم خوشم میاد، لکن مشکلم در چی هست که بسیاری وقتا مجرده که امر الله بر آدم چیز میشه فورا خواندن احمد زاهر هم گل میکنی و کستایش هم مشکنانی. چه وقت است؟ وقتی که ارتباطت که الله مستحکم شد باز غیر الله خود به خود نفی میشه. ما مردم افغانستان مشکل ما در چی است؟ از فروعات شروع میکنیم، اصل عقیده ضعیف ماندگی است. یک مثل یک تایر کونه وارست، تایر کونه را که یک جایش پیوند گرفتی دیگه جایش پنچر میشه، دیگه جایش که باز پنچری گرفتی باز دیگه جای. اما وقتی که تایر نو کردی، تایر که نو کردی مد و موتر بسیار خوبش. ما کوشش بکنیم که تایرهای خود، بعضی کساس مردمی مثال سابق هم گفتیم، بعضی کساس ایمانش بایسیکل وارست، تیلش کده تا که نری، بعضی ها کراچی وارست ایمانش تا که دو نفر تیلش نکنه و یک نفر هم کشش نکنه و نمیره. بعضی کساس ایمانش مثل موتر وارست، موتر تیز رفتار وارست، خودش هم میره یک سه نفر دیگر هم میبره. بعضی های ایمانش مثل تیاره وارست، اینجور تیاره واریم ماشینا فرق میکنه. تیاره رسایی که چند صد کیلو رو در آسمان بالا میکنه، چند هزار کیلوگرم بالا میکنه در آسمان. بعضی مسلمان ها هست که وقتی خودش حرکت میکنه چون ایمان قوی داره، ایمان قویش تاثیر میکنه سر کلگی، گپش تاثیر میکنه، تقوایش تاثیر میکنه، نمازش تاثیر میکنه، اخلاقش تاثیر میکنه. مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیاری کسا کمی سنگ دلترین انسان که میامد که 5 دقیقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشیش از الفاظش استفاده کرده، بالاخره یک تغییر بسیار کلی در زندگی از او میامد. یک دفعه این نفر یک 360 درجه ای حالت زندگیش تغییر میکرد. پس ما
به نظر ما از برادرای عزیز که شما دعوت میکنین برای دعوتگرای مسلمان، ما همیشه نصیحت ما می بوده، این نصیحت ما هم نیست، این ارشاد قرآنی است که برادر عزیز اول از عقیده شروع بکنین تا که عقیده یک نفر قوی شه. دیگه دعوت چون چیز مقدس است، باید وسیلهش مقدس باشه، الفاظ شیرین، گپای خوب. اگر او ما را دشنام داد، ما هم دشنام دادیم، پس ما خود دعوتگر نشدیم، ما مثل از او آره شدیم. اما اگر او دشنام داد بعد گفت ما برش میگیم برادر عزیز من میگه به حق براتان گفتم، حالا که قبول ندارین خیر است، مرا اجازه بدید من میرم، شما باشین در محفلتان دلتان، اما من خود براتان گفتم، حالا که شما می کارا کردین بازم گپ تو تاثیر میکنه، شاید امون لحظه قبول نکنن، یک گپ دیگه فکرتان باشین. بسیاری کساست عاجل قبول نمیکنن، باز شب که خانه رفت فکر کرد چرت زد، با سبا میگه او والا به خدا راستی ما اشتباه کردیم. بگذارین بر مردم وقت بتین در مسائل دعوت را. سبحانک اللهم و